یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه دختری بود قد تو، خوشگل و قشنگ. این دختره همیشه دوست داشت تنهایی بره تو جنگل کنار خونهشون که توش یه کلبه قدیمی بود، ولی مامانش اجازه نمیداد. میگفت اونجا خیلی خطرناکه. تا اینکه یه روز دختر کوچولو یواشکی رفت توی جنگل تا رسید به همون کلبه قدیمیه. وقتی رفت تو، سه دومال یه دیو گنده بود که داشت همین جوری میومد جلو. هی میگفت میخورمت. من که بالاخره میخورمه. قبول شدی؟ نه. یعنی چی نه؟ یعنی من قبول شدم ولی تو نه. رایشون خوب سال دیگه میخونی. تو قبول شدی، من قبول نشدم. بگو من الان سامت نشون میدم. فکر کن تو دیپلم رو دارم. رو بچه رو بچه رو شیرین بسه. سلام. خوبه؟ این روی یعنی این اسمه من بلاخره اسمم شد دانشجو. این که اسم خرسو تو اینجا هر دومون قبول شدیم. شهرستان سرکو. سرکو؟ نکنه دیوونه شدی دختر؟ سرکو کجاست دیگه؟ افشین تو رو خدای خدا آروم. شما بهتر حرف نزنی خانم. این پنبه رو گوشه در بیار روی خانم. من اجازه نمیدم بری. میفهمی؟ اجازه نمیدم. بابا یه جوری میگین سرکو سرکو، انگار واقعا سر کوهه. به خدا سرکو همین پشت تهران، نیم ساعت هم نمیشه راهش. افشین یعنی تو واقعا نمیترسی میخوای بری اونجا؟ به چی بترسم آخه؟ خوابگاه داره دانشگاه، یا عالمه دختر دانشجو اونجاست، شیرینم که هست. از چی بترسم؟ به همین راحتی. خانم شما لااقل یه چیزی بگو. آخه این همه راه و این چطوری بره و برگرده؟ یه روز دو روز نیست که. مامان داداشی شیرین قول داده اگه قبول شدیم خودش ببره و بیارتمون. آها آقا فرهاد رو میفرمایی؟ آره. خب اینو بگید از اول. بنده خدا خودش میبره میاره، میبره میاره. خیلی خوب، حالا که اینطوریه اصلا نمیرم. خب مادر بهش بر میخوره، خیلی زحمت کشیده تا قبول شده. تا بهش میگی بالا چشه دبلوه بهش بر میخوره. بفر میکنم تحویل بگی. وقتی لجباز میشم از خودم بدم میاد. تقصیر خودشونه، خب خیلی گیر میدم به آدم. من بزرگ شدم، عقلم میرسه چی خوبه چی بد. خوش به حال شیری، باباش خیلی مهربونه. آقا جون تو رو خدا اجازه بدین برم دیگه. آقا جون اصلا گوش برها دیشه الان نوار زب نکنی؟ ای بابا تو هم گیر دادی یا؟ آه آه نرم آفه آقا جایی نزرانی که خوب بذاریم من برم دیگه. آخه نمیناییم که بیرون چه میگیم آقا مقدم؟ هیچ پدر اجازه نمیده که دخترش بره توی شهر دره او در پشت کوه درس بخونه. بلکن بابا راستی این تو چرا شوهر نمیکنی؟ حالا کن شوهر آقا جون، انگار ریخته رو زمین. باز تو حرف زده؟ آقا جون بذارید برم. خانو ای شام چی داره؟ تو جواب دخترتو بده. سرکو سرکو آقا جون ببینید فرهاد قول داده خودش میاره و میبرتمون. بابا من چیزی نگفتمه. پسر باز تو حرف زده؟ بابا بوشون دو آخه بلا بلا بلا
آقا جون ببین شما اصلا این روزنامه رو دیدین که اسم من توشه؟ نگاه کنی شری خانم اونو گویگره من با اونا خر نمیشم. آقا جون خب بذاریم من برم دیگه. شری خانم اگر میخوای بری دانشگاه درس بخونی بعدش مثل اون برادر مهندس ویلانو بیکار باشه. خانم جان من هیچ نمیخوام. تمام. آقا جون شما که یه دونه دختر تو این دنیا بیشتر نداری. آقا چرا دلشو میشکنی ها؟ سن الله آقا جان. خانم ای بابا من خسته کوفته از کار آمدم یه چایی اقلا کم بیا. چیشی ببیند چتین توت ما دختر تو عوض این که ماچش کنی دانشگاه قبول شده اون وقت کوفتش میکنی زهرمارش میکنی. تو رو خدا یا آقا جون تو رو خدا یا خنده والا آقا جون این که دیگه قصه و ناراحتی نداره انقدر بزرگش کردی. یا شروع قلیرسیز بابا من خودم میرم مستقرش میکنم تو خوابگاه قشنگ با خیال راحت خودم هم هر دفعه میرم میارمشون. باز تو دوباره حرف زدی؟ یعنی من نمیدونم که تو دلت برای این رویال خانم تلق میکنه. من نمیفهمم که تو ماشین میخوای ببری این خوابانه اون خوابانه دختر ددر دو به منه دمه دا. مصباح و حوله اینو هم واسه گرفته. ببین چی کار داری میکنی یا ولش کن بابا باشا ولش کن بابا کمنه هرچی دو دقیقه بده جمع کنی یا بزنی. چه خبره ضبطو بر چی برداشتی؟ مثل که داری میری درس بخونی یا مثلا این خیلی حالا واجب بود برداشتی؟ به جاش اینا رو برده که بدرد خیلی خوب حوله رو فرشی این هم شال گردن چه کار خوبی کردی اینجا که دختره لوس مادرشون قربونت دارم. میسپرم به خدا مادر. بفرما رویا خانم هنون نرفته کلی خرج دست بابا گذاشتی. بفرما رویا جان قبول کن پدر دوست داره راه این دانشکده دوره بعدم پشیمون نشی ها. به خدا میسپرم. من بزرگ شدم فادر بزرگ نترس. بله میدونم بزرگ شد. این موبایلم بگیر گهگاهی از اونجا به من زنگ بزن. موبایلتو میدی به من؟ بله چرا که نه یه دختر دانشجو که بیشتر ندارم. توی پدری هستی که حالا باید؟ چی؟ ما چه کنم؟ برو 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 فرهاد خسته نباش. سلام جوشن. یواش صحبت کن. مازم یواش. مرو ای. حواست کجاست بابا؟ سلام. سلام خانم. شما هم دوست داری؟ چرا خیلی؟ شما سلیقه‌تون خیلی بیا مال شما. ای عجب آدمی من خوش آمده میده به اون زایل هم ده سنده برا جام ده میگم برای تو هم یه دونه میزنم دیگه. Thank you.
متاسفانه متاسفانه هنوز از این خوابگاه جدید وقت برداری نشده. پیمانکار گفته 2 الی 3 هفته دیگه اونو در اختیارتون میذارم که هنوز ببخشید خانم، پس تا این مدت خارمینا کجا باید باشن؟ کنار همین دانشگاه یک ساختمان قدیمیه که قبلا دختر خانم‌ها به عنوان خوابگاه ازش استفاده میکردن. صاحب خونه اونم یک زن مسن و مهربونیه به نام سکینه خانم. کجا؟ من برادره اون خانمی هم که الان رفت تو. آقایون دانشجو نمیتونم بیان این تو، اجازه ندارم. من اینا رو ببرم بذارم زود برمیگردم. سنگین آش خانم اینا. زود برمیگردی؟ بله. ولی منظرش قشنگه. آره میگم سختت نیست میخوای تنها برگردی؟ خب چیکار کنم، میخوای شما با هم بیاییم برگردیم چیگیم اینجا تنها بذاریم؟ میکشه خودشو بدون من. کجا معلوم، شاید منم خودمو کشتم. راستی بابا موبایلشو داده دست من. بچه‌ها یه دقیقه بیاین. شما نگاه کن. من اگه جای شما بودم اینجا نمی‌موندم. شروع کنیم دیگه. نه شروع کنیم. در ضمن برق ساختمون هم قطعه ها، قرار وصل بشه. حالا کی وصل بشه نمیدونم. صابخونه پولشو نداده. مگه شما خودتون صابخونه نیستی؟ دلت خیلی خوشه ها. شبام زود بخوابید، سر و صدا هم نکنید. اگه سردتون شد پتویی قرصی دارو دوای چیزی هم خواستین بیان پیش خودم. باشه چشم. سکینه خانم این ساختمون خرابه، چیه این روبرو؟ این ساختمون الهی به حق ابوالفضل که خراب بشه رو سر صاحبش، که معلوم هم نیست کیه. من تا اونجایی که یادمه مردم دعا میکردن که این ساختمون خراب بشه. چرا آخه؟ چراش که زیاده. یه وقت نرین اونجاها، میگن توش جن داره. جن؟ چرا میچسبی به من؟ اینو بگی. اینو بگی.
رویا من یواش یواش دارم میترسم. ترس نداره که، حالا سکینه خانم یه چیزی گفت. یعنی واقعا جن وجود داره؟ یعنی الان اونجا جن هست؟ تو خودت هم مرض داری ها. خب بیا بشین دیگه، جن چیه؟ بیا بشین. خبری نشده اینطوری هول کردی. بیا اقا مزخرف گفته سختش رو سرمون خراب میشد. جن چیه؟ بیا که حرفای خوب خوب بزنی. حرفای خوب چرا زنش نمیشی؟ زن کی؟ داداشم دیگه، خیلی پسر ماهیه به خدا. خفه شو لطفاً. گفتی حرفای خوب بزنی. گفتم خفه شو لطفاً. حرفای خوب؟ لطفاً خفه شو شیرین. رویا میدونی چرا انقدر من فرهاد تو رو دوست داریم؟ برای اینکه تو یه جورای قوی، محکمی. من همیشه کنار تو احساس آرامش کردم. نه ترسی، خری. یه عیبی هم داری ها. چه عیبی؟ داداشم دلتو برده. خفش و شیرین. دیدی رو نوار برات چی نوسته؟ و عشق و عشق و عشق. ببینم چیه؟ روی خوب روی برید داره میام روی خب 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 روی برو پنجره رو بکن بره بیرون دیگه. من که نمیتونم برم. خب من میرم. هول نده روی داره میره اون بر. خیلی خوب خیلی خوب روی پرواز کرد چی؟ دیگه نمیدونم دیگه، یا راه میره یا پرواز میکنه. داره میاد این بر. خیلی خوب خیلی خوب داره میاد. ول کن منو بیرون بفرم بیرون بیرون دیگه. روی اون که زبون آدمیش داد نمیفهمم. چی بود؟ یکم سرده. آره گم چیه؟ میگم گوش میکنم دیگه. خب داره میخوابه. آره برو بخواب. بابام گفته زیاد با موبایلش حرف نزن. خدافظ. من یکی فردا صبح برمیگردم تهران. از هرچی درس خوندن بد آمد. غلط کردی، بگی بخواب. تا رویا هست خیالت راحت باشه. اینه قربون رویا بشم، هم خودم هم داداشم. لطفاً خفه بگی بخواب. چشم، شب بخیر. واقعاً هم ترسناکه ها. تو فکر کن اونجا جن باشه. وای تو خدا از این حرفا نزن. ترس نداره که. در رو قفل کردیم، پشت پنجره هم چمدون گذاشتیم که باز نشه. دیگه از چی میترسی؟ بگیر بخواب دختر، خدا بزرگه. مامان میگه هر وقت میترسی؟
خب من ورود همتون رو به دوره کارشناسی این دانشگاه تبریک میگم. ولی قبل از اینکه وارد درس اصلیمون بشیم، بذارین کمی در رابطه با این منطقه براتون توضیح بدم. اینجا شهر کوچیکیه، هرچند با تهران فاصله زیادی نداره، اما قدمت بسیار زیادی داره. مردم این منطقه بسیار خونگرم، مهربون و ساده هستن. هنوز بسیاری از مردم این منطقه با آداب و سنن قدیمی مردم ما زندگی میکنن و اونا اجرا میکنن. پس اگه شما زمان اقامتتون تو این شهر با مسائلی مثل جن و پری و آل برخورد کردین، اصلا تعجب نکنین. تو اینجا تهران نیست، شهرستانی به اسم سرکو. چه؟ هیچی گردوه؟ گردو وقت این گردوها رو از همین باغ همینجا کندی دیگه. نه خیر، پول دادم خریدم. اگه جرأت داری برو یه دونه گردو بکن ببین سکینه خانم چی کارت میکنه. نشنیدی؟ میگه تو اون باغ جن هست. بچه شما باورتون میشه تو این باغ جن باشه؟ بچه خاله من یه دوستی داشته که قسم میخورده هر شب یه جن میومده تو آشپزخونه خونهشون، با لیوان آب میخورده، تشکر میکرده و میرفت. آب که خوبه، ما تو خونهمون یه آشپزخونه داریم خیلی قدیمیه، انقدر تاریکه خودمونم جرأت نمیکنیم شبو بریم تو. شیرین میدونه یه شب مامانم آبگوش درست کرد خوردیم خوابیدیم، نصف شب دیدیم صدا میاد. اومدیم پایین دیدیم صدای کاسه است، از لای در نگاه کردیم دیدیم یه جنه جفت با رفته تو کاسه آبگوش به جای گوشکو با سامش داره گوش. این کاسته کیه؟ سکینه خانم میگفت شبا جنا میان تو همین باغه بزن و بکوب را میندازن، البته اگه حالشون خوب باشه. آخه میگفت هم جن خوب داریم هم جن بد، ولی اگه حالشون بد باشه سر و صدا و جیغ و داد را میندازن. میگفت خودش هم یه بار رفته تو همین باغه شب. باورتون میشه؟ بی خود میگه نیست شبی آدم زهر درک میشه. داریدشون بشین. نمیخوام مردم نشیم من تو خاکیت راست میگه میگه بیا گردو بخواه. بچه شما جدن میترسی؟ یعنی تو نمیترسی؟ بابا میگه تو دیوونه ای از هیچ چی نمیترسی، آخرم یه بلایی سرت میاد. ولی این فرق میکنه، آخه تا حالا هیچ کس تو این باغه نرفته. پارسال من خودم صدای یه زنی رو شنیدم جیغ میزد. جیغا؟ اه؟ مگه جن زنم دارین؟ بیچاره جنای مرد چی میکشن از دست زناشون؟ یا مثل جن بالا سرشون ظاهر میشن. چی کار میکردی اینجا؟ بازم داشتی فوتبال نگاه میکردی؟ تا که گفتی خستم. سکینه خانم میگفت چی میگفت؟ میگفت بعضی از جنها مردم آزارن، شبا میان پشت در خونه ها سنگ میزنن به شیشه. مشکان بایستم میخوایی نرو حالا. مشکان آروم مواظب باش. بچه ها به خدا یه نفر اون پایینه نگاه داره دست کو میده. نگاه کن. نترسیم بابا فرهاده. فرهاد همه رو پپرونی گرفتی، تو که میدونستی من قارچ و گوشت دوست دارم؟ درد یاسمه که دقیقه نقلمه دایه. پپرونی که خیلی خوبه، این همه رو زحمت کشیدن از تهران آوردن، دستتون درد نکنه. دیدی؟ آقا پیزا فروشی معلوم پیزای خوبی داره، گفتم یه چند تایی بگیرم شاید حواس کرده باشن. البته اگه میدونستم شما هم تشریف دارین چند تا اضافه میگرفتم. ایشالله دفعه بعد. چشم
فرهاد فکر نکردی ما زهر ترک میشیم این همه سنگ میزدی به شیشه؟ بابا نیم ساعت در زدم، زنگ زدم باز نمیکردی، مجبور شدم دیگه سنگ بزنم دیگه. آخه برق نداریم. البته سکینه خانم گفتن که قراره وصل بشه. آخه میدونیم ما داشتیم راجع به جن صحبت میکردیم، میگن تو این ساختمونه جن هست. جن؟ اینجا جن داره؟ من خودم یه پا جنگیرم، بیاین دنبال من. همینجوری که نمیشه. آقا بگین چقدر میدی برم این تو؟ تنهایی میرم تا اون پایین پایین. نه خیلی ترسناکه ها. یعنی شما اصلا نمیترسین؟ نه. اگه تونستین. آقا اول بگین چقدر میدین؟ دیدی گفتم. ترس نداره که. بریم دیگه. کجا؟ اون تو؟ رویا آقای جن. شنیدی؟ چی؟ بچه‌ها میگم شاید جن دیده باشن. جن؟ اوه نه.
کجا میری؟ فرهاد. الان میام. کجا؟ بیا. تو هم دیدی؟ گوش کن، میشنوی؟ یعنی صدای جن این شکلیه؟ نمیدونم دیگه. بیا دیگه، برگردیم. ترسیدی؟ نه، چون تو با منی برای من مسئولیت داره. بیا. کرده. شیشه که خوبه، شکسته و رفته. من اون سالا که جوان بودم و رو فضولی اومدم رفتم تو ساختمون. الهی توبه لله، یه سنگ قد یه آجر اینجوری پد کردم طرفم. سه تام جن بودن، یه پای داشتن ورقلنبیده با سامدار، بدنشونم پر تا پرمون. آخه سکینه خانم، چرا اینا سنگ میندازن؟ جنن، جن، جن. ممکنه یه گربه ببینی اما جن باشه، یه سگ ببینی اونم جن باشه، همین مرغ خروسای من ممکنه اینا هم جن باشن. آدم که نیستن، میگن غذا هم نمیخورن، سایه میخورن. این سایه من هست، اینو میخورن. این ایزوره گرما جد رو کرده، چشمای خمارت منه او کرده. ایزوره گرما من رو کرده، لنای لنای لنای. خیلی هم قرطی هستن ها، تو خودشون عروسی میگیرن. چه عروسی؟ اما قهرشون که بگیره واویلا، یهو داری را میری ها، یکی از زیر قر مچو پات میگیره، انگار از تو زمین میخوای بری اما نمیتونی. یه بار مچ پای من پیشونی سیار گرفته بودن، اینقدر خودم رو زدم جیغ و داد کردم، ول کردن رفتن تو آبنبار. همیشه زیر لب بسم الله بگین. میگم شاید پاتون به یه سنگی جایی گیر کرده. شما چیزی شنیدین به اسم عروس کشون؟ عروس کشون؟ بله، چندین ساله که شب عروسی ها عروسای اینجا یهو ناپدید میشن. جنازه یکیشون هم لب رودخونه پیدا کردن. آخه جنا عروس و خوشگل خیلی دوست دارن. تو دختر خیلی مواظب خودت باش، آخه حیف عروس جنا بشی. خیلی به سرمون گفتیم یه آلمان عرشتومات بگیریم بلکه وقتمون باز بشه، شما هم هی دست دست میکنیم. آقا جون اصلا مگه شما نگفتی بری سربازی بیای برای زن میگیریم؟
خب اگه موافقین چرا انقدر دست دست میکنین؟ خب ببین خواستگاری دیگه، همین الان. همین الان. سر نهار. خیلی عجله داره شادم ها. بله. دادا بود دلت را. دادا سی نگیری. پسرم فرهاد، خواهرت اومده. عوض اینکه حال و احوالشو بپرسی، این ادا بازی ها رو در میاری. ولی لا بابا، این چه میفهمه خواهر چیه؟ الان عشق چشاشو کور کرده. من دانش برم از درگان الهی. ولی لا بابا. شیرین، فرهاد قربونت برم الهی مادر. خب انقدر حس جوش نخور. میریم خواستگاری دیگه. شیرین مگه قرارشو نذاشتیم ها؟ قرارشو گذاشتیم، گذاشتیم. بابا چرا گوش نمیدین؟ اون داره میره دانشگاه، فردا نیستش. بابا سبا یختی، بیلدین سبا یختی. دیر میشه. دیر نمیشه. بر میجرده. صفه، او قایده. اصلا میخواییم قابله برای به جای دستگول ببرم اونجا خواستگاره؟ نه نه نه. ببرم خواستگاره؟ بابا گوهستم بی لغمه غذا میره پایین؟ خب دیگه چشم، چشم. دیوانه هم تو بابا لاجب، عجب، عجب. خانم دانشجو عزیز. یه چی خود آب بیار بخوره دو 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 خوش شماره. بیست روز نمدیم که من گفتم لاغل یه قرار جدی بذاریم تکلیف هم روشن شه. بده من این گوشکوبو جان. این گوشکوبو بدی من. گوشکوبو واسه چی؟ جدم گوشکوبو بده من میرم یکی بگی بابا چشم دریا نفتا آتی گرونده بابا فرهاد دارو نزانه اولو تو. من تا درسم تموم نشده ازدواج نمی کنم. خب درس تو بخون. خانواده حسین آقا اینا رو 15 سال من میشناسم. پسرم که اهل کار و زندگیه. در رابطه با تو هم که با احترام اومدن صحبت کردن. دیگه چی میگی تو؟ اینم چرا قوه؟ مرسی. گمش نکنی. رایج هم مادر این روزا جوان خوب کم پیدا میشه ها. هم قاعده اصول در نیار. اگه دوستش داری اونم تو رو دوست داره. پس دیگه تو شرطش رو نذار دیگه. بابتم که من به خودم موافقت. رویا بیا. خواستی بری مربارم یادت نره ببری. فهمیدی؟ پسر گفت اگه تو رو بهش ننه خودشو میکشه. بله. خصوصی نباشه. بلندتر بگی منم بشنوم. چیزی نمیخواستم بگم که. میخواستم بگم راستی از جنا چه خبر؟ خوبم. سلام دارم خدمت. راستی رویا خانم، اون کاستی که بهتون دادم گوش کردین؟ نه هنوز. پس اگه خواستین گوش کنین تا آخرش گوش کنین ها. مخصوصا آخر آخرشو. ببخشید. مگه آخرش چیه؟ بابا نگاه کن همه چی پیدا میشه جز نواره. کجا گذاشتیش روی اصلا معلوم هست؟ چقدر شلخته تو دختر واقعا که مرده شد. ای نوار فرهاد کو؟ نوار تو که نه. کوچه ها تاریکند و کونا بسته.
چیه؟ همینجاست. ولی اینا چیه؟ مطمئنم نوارم اونجا افتاده. اینجا باید یه راهی داشته باشه به اون تو. ببین رویا، من میگم فرهاد اصلا همه رو بیاد خودش بهت بگه، خوبه؟ چی میگی تو؟ بیا خدا. بیچاره ترسیده داره در میره خونش. شیرین جان من، جان من، چیزی دیدی؟ نه خیر، اصلا هیچی ندیدیم، ولی اونجا مشکوکه. مشکوکه ممکنه شما به من بخندیم، ولی اونجا یه خبرایه. شیرین من میام تهران. بچه بازی در نیار، اگه خواستی بیای من پایینم. بی خودی ترسیده. لا اله الا الله، این دختره کجا میره این وقت شبی؟ برادرش میاد دنبالش. برادرش؟ سکینه خانم بیا. کجا؟ بیا بشین اینجا کارت دارم. ها بشین اینجا. بیا اینو ببین خاله، اینو از تو ساختمونه پیدا کردم. مگه نگفتم نرین اونجا؟ ها حالا رفتیم دیگه. دیدی گفتم، دیدی گفتم جن و عروسی میگیرن. آخه سکینه خانم، یعنی کله جن اینقدر بزرگه؟ شایدم باشه خاله. ببینم ندیدیشون؟ نه، من که چیزی ندیدم. من اینو یه جای دیگه هم دیدم. کجا دیدی خاله؟ ای با خدا مرگم بده، این مال ربابه. هفتش ده سال پیش شب عروسیش غیب شد. آخه چطوری غیب شد؟ مگه میشه؟ شده دیگه. بعدش هم دختر نصرعلی خان و پای سرش هم عروس آقای ابراهیم و اونای دیگه. البته پلیس هم اومد تحقیقم کرد،
هیچی به هیچی. ببینم چیزی دیگه هم اونجا بود یا نبود. یه سفره عقب با یه سری کاسه، توش بار سنگ و استخون از اینجور چیزا بود. لباس عروس هم اونجا بود. بیا خاله. بگو بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا خاله. این دره بسته نبود. به خدا این سکینه خانم دیوونه است. آخه الان چه وقت رفتن این تو بود؟ من که میرم بخوابم. همه با هم میریم. اگه بخوایم برگردیم همه با هم برمیگردیم. خب وا چرا پرت و پلا میگی خاله جون؟ اینجا که چیزی نیست. همینجا بود. به خدا همینجا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای تو کی هستی اونجا؟ بیرون. گفتم بیا بیرون. چند بار بگم بیا بیرون. قباده زلیل شده. تو اونجا چه کار میکنی؟ چند وقتی که پیدات نبود میگفتن تو انبار آسیاب چپه مرگت میذاری. که بجنو ببینم بودو. نه ترسی ها خلو چله هیزم شکن بوده. قباد برخت نگاش کن الان میرخته. بیا بریم سبزه بار ای خدا بارون ببار. شو ببار روز ببار هی ببار هی هی هی. ای زور گرما گل رو کرده چشمای خمارت من او کرده. ای زور گرما گل رو کرده چشمای خمارت من او کرده. بیا بریم سبزه بار ای خدا بارون ببار. بیا بریم سبزه بار ای خدا بارون ببار. شو ببار روز ببار هی ببار هی هی هی. ای زور گرما گل رو کرده چشمای خمارت من او کرده. ای زور گرما گل رو کرده. برخص دیگه. چه نمیرخصی؟ دوباره دیگه بازم باش ساده برو. دختر تو چه دوری دارد کردی بری اونجا ها؟ لباس عروسی هم که اونجا نبود. من هزار سالا به اونجا اصلا پا نمیذارم. این شیرین دیوونه هم که گذاشت رفت. این روبابه کی بوده؟ چرا گم شده؟ تاجش تو اون خرابه چی کار میکرد؟ دیدی دیوونه زور زده بود بهت؟ ولش کن دختر ولش کن. پاشو پاشو بگی بخواب.
رفته. اتاق شما هم اومده. خواهر شما چطور جرأت میکنین شبا اینجا بخوابین؟ اینجا که هیچ امنیتی وجود نداره، نه نگهبانی، نه حفاظی، نه نردهی، هیچی وجود نداره. قراره همین روزا از اینجا بریم. چند سالی که من میگم کار این دیوونه خلوچله، هیچ کس باورش نمیشه. خب از این در اومد تو با پاش در باز کرد. من اینجا بودم، اومدم برم بیرون، منو پرت کرد اینجا. بعد من یه آجر اومد دهن دستم زدم تو سرش. اینجا بود. آفرین آفرین دخترم، با قاتل جماعت همینجوری باید بیرم. رویا رویا مادر، من که مردم، مرده زور این دارشگاه رو ببره. چه رنگوی رویا و اون کرد، این همو بهت نگفتم نمون. چی شده رویا خانم؟ آخه این چه مملکتیه جناب سروان؟ شما کی هستین؟ با این خانم چه نسبتی دارین؟ من نامزدشم. البته قرار نامزد بشیم اگه پدرشون موافقت کنن. جناب سروان کارمون خلوچله، بچه هم که بود گربه را آتیش میزد، یادتون رفته؟ اصغر قاتل مگه کی بود؟ شاخ که نداشت، اونم مثل ما آدم بود. آدم اگه دست نخونه بلگردی کنه، بللش بللش بگه همین میشه دیگه. بایست آقا، اینجا افتاده بود، بر نبود این درام بسته نبود، بعد ما اومدیم. بله جناب شما ساکت باشید. رفتیم اونجا. بالاتری بچه نباشد آخر عاقبتش همینه، میشه دوزی ناموس مردم. یه چیزی پیدا کردم، یه چیزی پیدا کردم. جناب سرما بکنم جنازه بکشیمش بیرون. میگفت شما میره عروسی جنا. میگفت گوشه آدم میخوره. عروس کجونه؟ تعداد اشخاص زیاد و نفرات در حال کشف موارد دیگه هستند. دستور چی میفرمایید؟ نه دانشگاه موقتا تعطیل. بحث نباشه، حرف هم نزن. دانشگاه تعطیل. واقعا این همه ناراحتی و تنهایی و دیدن صحنه‌های وحشتناک برای دختر جوان تحمل ناپذیره و متاسفانه تو کشور ما اکثر دخترای جوان در مواقع خطر به جای استفاده از گوششون دچار آشوب. مگه نمیگم حالش بده؟ آقا بدینش به من، زن من شو دو تا دربن بریم یه شمال، حالش به خدا خوب میشه. نمیشه؟ عرض کردم که این دختر وحشت زده است، ترسیده، قاتلم که دنبالشه. همیشه نتونستن قاتل رو پیدا کنن.
فرار کرده. اونجاست بابا. چی بود؟ بچه‌م بابی کی اونجاست؟ اومد. اینجا چه کسی نی؟ سخت میگیری دیگه. بخور قربونت برم. به به دختر گلم هم بیدار شد. بیرم از رویا خانم. شیرین جان بیارش اینجا. خدا رو شکر عروسم حالش بهتر شده. انشالله بهتر ترتر هم میشه. ماشاءالله. اما رویا خانم شما یه خود خیلی سخت گرفتین ها. چیزی نبود که بابا. آقا جان خب حتما چیزی بوده دیگه، آدم بی خود نمیترسه که میگی. شد باز تو حرف زده. سردم شیرین. رویا. فراد بفرمایید. مغلط شما ایما شیرین جان، به نظر تو دوستت بهتر نشده؟ رنگ روش باز نشده؟ معلومه. من و مامانش که هرچی میگیم گوش نمیکنه. تو لاغلی جان. رویا عالی، قربونت برم الهی. منم قربونش برم الهی. الحمدلله به خیر گذشت. الحمدلله. حالا به افتخار بهبودی رویا خانم یه چند تا هنگ ریکارد یعنی ضبط کردم که همگی با هم گوش بدیم، یکم سرحال بیایم. بعد اینا رو تمام خودم ضبط کردم. و نواره رو هم برداشته. کی؟ همون که میخواد منو بکشه. بلا نسبت بلا نسبت ببخشید. اون مردی که سگی چی باشه که بخواد دست رو شما بلند بکنه. انگار اینجا ما اصلا باشم. نه یعنی هیچ کس اینجا نبود؟ بزرگتری کسی که تو حرف میزنه؟ ای حسین آقا جون چرا ناراحت جدم. میشی؟ بذار راحت باشه، به سلامتی قرار داماد این خانواده بشه. آقا فراد بفرمی. بابا گویمیر که تو رو خود این قضیتش نکنین، گناه داره. گردن دیدی؟ ببین پس این داماد از اون داماد پر رو هستا، برای اینکه انقدر اومد رفت و بالاخره بلر گره. مغلط شما ایما. بفرمید این هم شیرینیه عروسی. بفرمایید. اومدی عروس دیوونه ببری؟
باز قدیم گفتن دیوانه شو دیوانه ببیند خوشش آید دیگه. من میخوام درسمو ادامه بدم. خب منم دوست دارم تو درس تو ادامه بدی. من جدی میگم. خب منم جدی میگم. مطالعه اونجا نه یه جای دیگه. اصلا نمیشه یه رشته دیگه همجا شروع کنی بخوندن؟ تو دوست داری چی بخونم؟ من فکر میکنم رشته آشپزی. خون شو. نه جدی میگم. آخه شنیدم آشپزی درست نقطه مقابل مادرته. فرقات خفه شو. نه ولی از شوخی گذشته به نظر من رشته سوانه و سوختگی بخونی که لاغل بدین با تحتیگا چی کار کنی دیگه فردا پس دردا. فرهاد حالت میدم تو آبا اونجا؟ بیشن اگه خودت میایی نجات بدی ما حرفی نداریم بنداز. آخه من چی بگم به تو؟ بابا آدم که شوهرش اینجوری نمیزنه با لطافت با احترام. تازه اصلا من به شما بله گفتم چوب گرفتی دسته. چرا سلام چه خبره؟ چیزی نشده دارم متهم میگیرن گفتن کسی داخل نره. متهم چی میشه؟ اجازه بله اجازه بله اجازه بله اجازه بله اجازه بله بابا خونه خانم امینا کجا میره؟ آقا از شما درخواست کردیم تشریف بیارین اینجا تا متهم رو شناسایی کنید. خواهش میکنم خوب دقت کنید ببینید ایشون همون شخصه یا نه. بفرمایید. سرت میندازی پایین و برمیگردی این طرف. بالا رو هم نگاه نمی‌کنی. فهمیدی؟ پایین. سر پایین. خوب نگاش کن دخترم. ببین خودشه. خودشه. چشم بعد ایشالله دور. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله به خیر گذشت والله. خدا رو شکر به خیر گذشت. نهایت خانم یه زن دور سر ما به چنگ همه شون طرف بگه چشم بفرمایین. اینم برای داماد دست دردن. جناب سروانه میگفت از قاتل پرسیدن چرا اینقدر آدم میکشتی؟ میگفته جنا وادارم میکردن این کارو بکنن. اصلا باور کردنیه. زرت پردلیب. بله یعنی حرف مفت میزنه. آقای افشین، این قاتلا برای اینکه کسافت کار خودشون معلمی کشا چرتی پرت زیاد میگه. شما کارتو بکن. من نمیدونم جناب سروانه. نوبت شما. بفرمایید. الهی تیکه تیکه بشه که دوست منو اذیت کرده. قربونت برم الهی. خدایا هزار مرتبه شکرت. همین که گرفتنش من خیالم راحت شد. ای بابا بس کنین دیگه. اصلا حرفش هم نزنین. به خیر گذشت الحمدلله. بله به خیر گذشت. چی به خیر گذشت؟ پس بقیه چی؟ سکینه خانم که مرده چی؟ ندیدی؟ هیچ کدومتون ندیدیم؟ چی به خیر گذشت؟ چی به خیر گذشت؟ پنج تا دختر جوون با هزار تا امید آرزو رفتن زیر قبرستون به جای خونه من. وقتی که به خیر گذشت؟ چرا؟ چرا؟
گرفتن رویا جان بابا، اونی که گرفتن که حالا دیگه پس اگه من برم مادر اونا چی میشه؟ بچه بزرگ کردن که چی؟ خب رویا تقصیر ما که نبوده، من اونا به خیر گذشت. بابا چرا انقدر خودت اذیت میکنی؟ دنیا همینه دیگه رویا، همه جور آدم توش پیدا میشه. چه میدونم، یکی میشه دکتر، مهندس، کارگر، یکی میشه کارمند، و یکی هم میشه قاتل. چی کار میشه کرد؟ چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ احمدی چه خبرتونه؟ جناب صاحبانی قاتله داره با جنها صحبت میکنه. بری سر پاستتون بده. من ترسیدم؟ ای ترسیدی اولا؟ ای بینیش بینیم با خش بیا عزیزم تو کفتم نمیدم این شینه ما چاو 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 با کی حرف میزدی؟ گفتم با کی حرف میزدی؟ جنان کاری ندارن که جنان یک جنی نشونت بدم تو آدم شی دخترای مردم رو میکشی؟ سلام علیکم، بفرمایید. بیروز نیستن؟ ببخشید مادر،
عزیز دلم، قربونت برم الهی. من تو رو مثل شیرینم دوست دارم. حالا حالت بهتره؟ ها؟ من یه عروس دیوونم. شما عروس دیوونه میخواید؟ این چه حرفیه که میزنی؟ عروس گلم، اون لباس عروس خوشگله تو که مامان برا دوخته برام نپوشی دیگه، ببینم چقدر خوشگل میشی، قشنگ میشی. ببخشید آقا جونا، این چه رسمی که ما نباید عروس رو ببینیم؟ باز تو حرف زده. آقا فرهاد شما دیگه چرا عزیزم، یه کمی صبر داشته باش بابا. رسمه، میگن آقای داماد قبل از مراسم عروس خانم رو تو لباس عروسی نباید ببینیم. تو هم ببینیم این سنت ها دیگه چی آقا؟ این جای چلی کبابو نمیگیره بابا، گلو شد بابا، این عروس مریضه. من میگم برم شاید یه کمکی لازم داشته باشه. بابا بابا میخوای بری میاره زنه چکار میکنه؟ بابا میگم جوش میاری یه دفعه خودتا بشنا. حسن آقا جون، اون جوونه یه چیزی گفت، خون خودتو کثیف نکن عزیزم، بی به بازیمون برسی. بیا بچه مینه. چشم بشین آقا جون، از شما بعیده. اوتور خوبی؟ خب خلاص. اینجا گفتم که لباس بلند زیر پات گیر میکنه. صفای سا قربونت برم من. اینقدر اینو کوتاه کنم دیگه زیر پات گیر نمیکنه که بخوره. بلنده دیگه نه؟ هی گفتم روی اون پاشنه اینقدر سفیده رو باید میگرفتی بهتم بیشتر میومد. گم شد انگارم رفته بالا نرده بود. حالا بیا برو لباس عوض کن که زود کسی بشه. فدا قربونه دختر. بیام کمک کردم. تو هم بریم آشپز کنه یه چایی بخوریم. آقاش با گوش کم افتاد دنباله. یعنی آرمش دیده نه؟
رویا؟ رویا جان؟ مادر؟ رویا؟ متأسفانه راننده آمبولانس هم به قتل رسیده. متهم مسلحه. اسلحه مأمور رو برداشته. چه دستوری می‌فرمایید؟ چی شده؟ کجا بوده؟ کجا بوده ها؟ رویا رویا بابا سختی بود الو اینجام نیست چرا سرنگ بندق شدی؟ بدارم دخترم نیست دیدی او سیاهو راست میگفت نمارده چاقو آره چاقو تیزه میباره بهتره آره اما اول این میگه که روبام راضی نبود راضی بود تو که بزنی لالات میاد؟ میخوای برات لالا بگم؟ یه گنجشککی بود اسمش رباب بود رباب می اومد میشست اینجا به زور میخواستم ازم بگیرمش به زور ازشون گرفتم آخه من شوهرش بودم Ah!
تو. حالا هی دنبالت بگردم. دیدی؟ خوش دار. چرا خوشتیش؟ خیلی زبون دراز آقا. دوستت نداشت؟ چی؟ چرا بهش میخندی؟ نخندی؟ بیاین این طرف بچه ها بیاین. پس چرا دارم بهت میخندم؟ نمیخندم. میخندم. نمیخندم. میخندم. نمیخندم. اینا ها دارن میخندن. Thank you.
بابام بیا. شوهرت داره دنبالت میگرده. اشتاقی بنداز از تو، گفتم بنداز از تو. بدبختی واسه یه نوار صدا. حالا چرا داری گریه میکنی؟ اینقدر از این حرفتان بسط بزنم تا آخر عمرت کیف کنی، فقط به شرطی که مادر دیگه گمش نکنی. میگن غذا هم نمیخورن، سایه میخورن.